سلام، من مریم هستم، اینجا پارسی تیوی با یه برنامه دیگه از سلبریتی نیوز در خدمتتون هستیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید و اونا رو ببینید زنگوله کنارش رو بزنید. طبق معمول هر هفته با خبرای خوب تولد شروع کنیم. این هفته تولد کم بود، اما تولد شاهرخ فروتنیان، هومن حاجی عبداللهی، نیما کرمی، پولاد کیمیایی و زنده یاد داوود رشیدی رو داشتیم. بازار جشنواره کن خیلی داغ بود و تو هفته پیش خانم خیراندیش رو داشتیم که با انتشار عکسایی از خودشون خبر حضور خود رو در جشنواره کن اعلام کردن. فیلمی از عاشقانه های ناآرام مدیترانه به زودی در سینماها اکران میشه. بازیگرای دراکولا به مناسبت پایان تصویربرداری عکسی انداختن که سیما تیرانداز در صفحه شخصی خود انتشار داد. خانم شبنم فرشادجو بعد از اینکه هفته پیش تو ارمنستان واکسنش رو زد، حالا با خیال راحت به گشت و گذار پرداخت و ما رو از عکساش محروم نمی‌کنه. مینا وحید و الیسا فیروزآذر به جمع بازیگران جزیره پیوستن. مهناز افشار با انتشار عکس‌هایی از پوما برای هدیه زیباش تشکر کرد. کاش یکی به ما هم از این هدیه ها بده. همچنان اعتراض مجازی به نبود واکسن در بین هنرمندا ادامه داره. تینا پاکروان، مهدی قربانی، عاطف رضوی به خاتون پیوستن. نوید محمدزاده دوباره برای فرشته حسینی لاف ترکوند و پست فرشته حسینی رو استوری کرد و نوشت عزیز من. قسمت پایانی دراکولا هم منتشر شد. روشنک خانم عجمیان با انتشار عکسی از خانمی که شباهت بسیار زیادی به ایشون داشت نوشت ایشون من نیستم دوست عزیز، کمتر منتظر شایعه سازی باشید لطفاً. و باز هم سانسور. در حالی که برنامه همرفیق به پایان رسیده، هستی مهدوی از سانسور و حذف قسمتی که در همرفیق حضور داشت خبر داد. تیغ سانسور این بار خیلی تیزتر از همیشه بوده. امیر مهدی ژوله عکسی با محمد بهرانی منتشر کرد و گفت این سومین کارمون با هم بود. به این همه آرتیست بودن حسادت میکنم. روشنک عجمیان طی استوری واحد اندازه‌گیری انسانیت رو اعلام کرد. تو این اعتراضات مجازی وزیر بهداشت طی سخنرانی الفاظی رو به کار برده بود که دوباره اعتراض هنرمندا رو زیاد کرد. آزاده صمدی عکسی از پشت صحنه سریال میخواهم زنده بمانم منتشر کرد. یکی دیگه از موضوعات اعتراضات مجازی برخورد با جمع‌آوری سگ‌ها بود. و دوباره زخم کاری. قسمت هفتم سریال زخم کاری به دلیل عدم تفاهم عوامل تولید و تیم نظارت ساترا و به احترام مخاطبان مجوز نگرفت و پخش نشد. اما بعد از اون انگار به تفاهم رسیدن و خدا رو شکر قسمت جدید پخش شد. پانتا بهرام با انتشار استوری خبر از ابتلاش به کرونا داد. گریم کاملا متفاوت از امیر آقایی و پولاد کیمیایی در فیلم خائن کشی. مهران مدیری در پشت صحنه فیلم خائن کشی حضور پیدا کرد.
سام غریبیان که در سریال کلبه درمه نقش برزوخان رو داشت، در پاسخ به سوال عینکی که میزنین به اون دوره تاریخی نمیخوره گفت این عینک رو 45 سال پیش پدرم در یک فیلم استفاده کرده. میتونین به اون فیلم مراجعه کنین و ببینین و مطمئن بشین. فیلم برداری فیلم سر نیز به پایان رسید. هانیه توسلی، مسعود فروتن و شبنم فرشادجو از نمایشگاه عکس پیام ایرانی با عنوان صلح و دوستی بازدید کردند. روزبه حساری بازیگر جدید سریال آهوی من مارال شد. متاسفانه دکتر حمید رضا صدر، مفسر فوتبال، نویسنده و منتقد سینما فوت شد. نیوشا خانم این بار در تبلیغ کفش و کتونی شرکت کرد. بهار افشاری عکسی متفاوت از خود و بر روی رودخانه منتشر کرد. الهه حساری برنده جایزه بهترین نقش اول زن از جشنواره فیلم روسیه برای فیلم راند چهارم شد و همچنین مرتضی غفوری جایزه بهترین فیلمبردار جشنواره روسیه را برای همین فیلم از آن خود کرد. فیلم سینمایی رویای سهراب به کارگردانی علی قویتن مجوز اکران و پخش گرفت. شبنم فرشادجو به دنبال تبلیغات برای دکتر تغذیه و رژیم گیاهی عکسی از خود منتشر کرد که کم جنجال به پا نکرد. عادل فردوسی‌پور برای تسلیت به دیدن مادر حمید رضا صدر که در تهران تنها هستش رفت. پانتا بهرام بعد از ابتلا به کرونا و بستری شدن در بیمارستان مرخص شده و در منزل دوران نقاهت رو میگذرونه. پوستر مدیترانه رو نمایی شد. مهناز خانم افشار عکسی متفاوت از خود منتشر کرد. با اینکه موهاشو میپوشونه اما خب فکر میکنم به حجاب پادست علاقه ای نداره. از نمایش خاک سفید آلبوم تصویری منتشر شد و پیش فروش بلیت شروع شد. امیر جدیدی موفق به دریافت جایزه نخل طلایی نشد. اصغر فرهادی جایزه بزرگ هیئت داوران فستیوال کن 2021 را برای فیلم قهرمان از آن خود کرد. شقایق خانم دهقان عکسی از خودش و پسرش منتشر کرد و نوشت از تو تا اوج تو زندگی من گسترده است، از من تا من تو گسترده ای. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت همون حمایت کنید.